الحمدلله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في وصف أهل بيت النبي قال هم عيش العلم وموت الجهل يخبركم حلمهم عن علمهم وصمتهم عن حكم منطقهم وظاهرهم من باطنهم لا يخالفون الحق ولا يختلفون فيه هم دعائم الإسلام وولائج الاعتصام بهم عاد الحق إلى نصابه وانقطع الباطل عن منبته وانقطع لسانه عن مقامه هم أقل الدين أقل وعاية والرعاية فإن رواة العلم كثير ورعاته قليل. بنابر این شد که راجع به خدماتی که حضرت صدیقه طاهره زهرا سلام الله علیها داشتن به جامعه بشری ما مطالبی رو به عرض برسونیم. این عبارتهایی که خونده شد خطبه 239 نهج البلاغه است. در این خطبه امیر المؤمنین سلام الله علیه اهل بیت رو معرفی میکنه. چند تا خطبه است در نهج البلاغه، اینها مربوط به اهل بیت و ویژگی های اهل بیت. نمیفهمن خودم، ولو خود ایشون یکی از اهل بیته، اما نمیفهمن خودم. مثلا خطبه 144، خطبه 154، اینا مربوط به اهل بیته و ویژگی هایی که در اهل بیت بود. اگر انسان ویژگی هایی که در اهل بیت هست اینها رو بشناسد، اون وقت قدر اهل بیت رو میدانه. امیرالمومنین سلام الله علیه اهل بیت رو با این ویژگی ها معرفی میکنه. حدود 10 تا ویژگی در این خطبه 239. یکی از ویژگی های اهل بیت هم عیش العلم و موت الجهل. اینا هر کجا هستن علم زنده است و جهل مرده است. یخبرکم حلمهم عن علمهم. من یه جمله شو میخوام روش تمرکز بکنم که مربوط به خدمات حضرت زهراست. یخبرکم حلمهم عن علمهم و صمتهم عن حکم منطقهم و ظاهرهم عن باطنهم. تا اینجا میرسه حضرت میفرماد هم دعائم الاسلام و ولائج الاعتصام بهم عاد الحق الى نصابه. بهم عاد الحق الى نصابه. من در یه جمله میخوام عرض بکنم، اگر خدمات حضرت صدیقه طاهره زهرا سلام الله علیها به جامعه بشری نبود، معلوم نبود بشریت امروز، یعنی مقصودم اونایی که خواهان مسیر حق هستن، در کجا قرار داشتن؟ ماها معلوم نبود در کجا بودیم.
ایشون با تمام وجود در برابر باطل ایستاد، در با تمام وجود. همون لحظه‌ای که آمدن، هنوز بعد از اون سه روزی که کار بیعت تمام شد در سقیفه و بعد در مسجد جلسه تشکیل شد، آمدن در خانه حضرت امیر سلام الله علیه، که کسانی که تو خانه بودن، زبیر بود، عباس بود، مقداد بود، شاید بعضی دیگران هم بودن، که اینها رو بیرون بیاورن. اول برخورد رو حضرت زهرا اینجا داشته. خرجت فاطمه علیها السلام و قالت لا اهدلی بقوم حضروا اسوأ محضرا منکم. در برابر باطل اینطور ایستاده فاطمه زهرایی که هیچ مقابله با اینها نمی کرده، اما اینجا ایجاب می کرد بیاد بیرون. لا اهدلی بقوم حضروا اسوأ محضرا منکم ترکتم رسول الله جنازتن بین ایدینا و قطعتم امرکم بینکم. این تعبیرات که ابن قتیبه اینها رو نقل کرده، این ایستادن در برابر باطل. و الا امروز اون کسانی که خواهان حق بودن، اگر این خدمت رو حضرت زهرا، این یه گوشه ایشه من دارم عرض بکنم، نکرده بود، واقعا معلوم نبود. خب یه کاری انجام شده، وجهه شرعی هم بهش داده شده، وجهه شرعی بهش داده شده. بالاخره اصحاب پیغمبر اینا آمدن بیعت کردن و اینا آمدن به اصطلاح کنار آمدن، قبول کردن، پذیرفتن، این وجهه شرعی هم بهش داده شد. اما وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها موضع گیری میکنه، وانقطع لسان الباطل، شاید تعبیر این باشه، ان مقامه ان منبته، این تعبیرات هست در این خطبه 239. این برخورد حضرت صدیق سلام الله علیه که شجاعتی میخواد، واقعا یک قدرتی میخواد که انسان حاضر باشه تمام مصائب رو، آسیبه ها رو که بهش وارد میشه، همه رو تحمل بکنه در برابر اینکه حق برای مردم روشن بشه. خب این وصیت قرآنه که خدای متعال فرماد و تواصوا بالحق، وصیت به حق بکنی. وصیت به حق کردن این است که حق برای مردم روشن بشه. نه تنها آمدن از در منزل بیرون و ایستادن در برابر افراد، نه آمدن در خانه مهاجرین و انصار با اینها صحبت کردن. این مسئله آمدن حضرت زهرا که در نامه های امیرالمومنین سلام الله علیه آمده، حتی معاویه یک نامه‌ای که برای حضرت نوشته تو اون نامه هم هست، یعنی اونم میدونسته که حضرت برای احقاق حق، برای اینکه در برابر باطل بایستن، شبها می آمدن 40 شب در خانه مهاجرین و انصار مسائل رو برای اینها بیان میکرد. بله البته گوش شنوا اون روز نبود، وعی نبود به اصطلاح، اما کاری که در دراز مدت حضرت زهرا سلام الله علیها انجام داد این بود که آیندگان رو روشن کرد که مسیری که ما در نماز شبانه روز 10 بار حداقل سوره مبارکه حمد رو ما در نمازهای 17 رکعت باید بخوانیم، در این نمازها به خدای متعال عرض کنیم اهدنا الصراط المستقیم. و این صراط مستقیم رو حضرت زهرا سلام الله علیها خیلی خیلی شفاف بیان کرد و روشن کرد. و احیانا اگر بعضیا می آمدن براشون مبهم بود، می گفتن که حضرت زهرا که شما این مطالبی که می فرمایید چرا نمیاد، چرا نمیگویید، چرا امیرالمومنین نمیاد برای مردم بیان کنه، می فرمودن که لا عذر لاحد، تعبیر من نقل به مضمون می کنم، بعد یوم القدیر، بعد از روز قدیر عذر دیگه برای کسی باقی نم. با گریه هاش، با رفتن در خانه مهاجرین و انصار این خدمات رو ارائه داد و در یک کلمه خودش رو حضرت زهرا سلام الله علیها فدا کرد. فدا کرد برای اینکه مکتب تشیع که مکتب راستینه،
و حقیقت اسلام متجلی در تشیع هست، این بمانه. این یه اجمالی از خدمات حضرت زهرا سلام الله علیها بر اساس این فرمایش آقا امیرالمومنین در خطبه 239 نهج البلاغه. بحث راجع به خدمات حضرت صدیقه طاهره زهرا سلام الله علیها بود که خدمات حضرت زهرا چه تأثیری در جامعه بشری به جای گذاشت. برخی تصورشون این است که خب هر انسانی به هر حال در زندگی خودش یه خدماتی داره، این خدمات مربوط میشه به اون جامعه‌ای که در اون عصر هسته. مثل این که فرض بفرمایید خدمت میکنه، دستگیری میکنه از نیازمندی، نیازمندی رو از نظر مال کمک میکنه، حالا یا کمک مالی میکنه یا کمک فکری میکنه و یا کمک بدنی میکنه مثلا تو کارها. چون خدمت، کلمه خدمت یه معنای عامی است، همه اینها رو شامل میشه. اما واقع مسئله این است که نمیشود خدمت رو انسان منحصر کند به این گونه خدمات. این که در یک حدیثی از وجود مقدس پیغمبر اکرم در مصادر ما هست، من تصور میکنم در مصادر عامم دیدم این حدیث رو، حالا یا به همین الفاظ یا شبیه این الفاظ، پیغمبر خدا فرمود اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا عن ثلاث. انسان وقتی از دنیا رفت خب تمام میشه دیگه، عملش هم تمام میشه، پروندش هم بسته میشه، اما پرونده او بازه. اون سه چیز این است که اون ثلاث این است، صدقت جاریه الا ان ثلاث. به اصطلاح از نظر ادبی این صدقت جاریه بدل بعض از اون ثلاثه. اون ثلاث صدقت جاریه، علم ينتفع به الناس او ولد صالح يدعو له. این پیداست اینا باقیه، اینا مونده. یا در یک حدیث دیگری که باز از پیغمبر خدا رسیده فرمود من سن سنت حسنه، اگر کسی یک سنت حسن، سنت یعنی روش، خب روش دو قسمه، یه وقت روش حسنه ای هست، حالا سنت اصطلاحاً به قول و فعل و تقریر گفته میشه، منتها این سنت از معصومین حسنه است، اما از دیگران ممکنه حسنه باشه ممکنه سیئه باشه. این حدیث به اصطلاح من دلالت میکنه بر هر کسی، اطلاق داره یا به تعبیر دیگری بگیم عموم داره، یا شمول یا شیوع اصطلاح به اصطلاح ادبیش. من سن سنت حسنه کان له، برای او هست اجر من عمل بها، و من سن سنت سیئه کان له وزر من عمل بها. اگر کسی یک کار خوبی رو انجام بده، کاری که مربوط میشه به دیگران، نه مربوط میشه به خودش یا خانوادش، نه مربوط میشه به دیگران، سن سنت حسنه، کسی که عمل میکنه به اون سنت حسنه به او هم ثواب میده. و اگر این سنت سیئه شد، وزری که به اصطلاح عامل به اون سنت بهش داده میشه، به اونم داده میشه، اون کسی که پای گذاری کرده و اینو نهاده در حقیقت، به اونم این وزر داده میشه.
امیرالمومنین سلام الله علیه در جنگ خیبر، این در مصادر هست، مصادر عامه و خاصه هست، این حدیث رایت مال به اصطلاح جنگ خیبره، هم بخاری نقل کرده و هم مسلم نقل کرده که رسول خدا در خیبر بعد از آنی که، چون تو بخاری هست من عرض میکنم، اون دو نفر رفتن هر دو شکست خوردن و برگشتن و هم ترسیدن هم ترسوندن، فرمود لا اعطینا الرایت غدا رجلا یحبه الله و یحبه رسوله و یحب الله و رسوله کرار غیر فرار یفتح الله علی یده. همه مردم منتظر بودن که آقا چیه؟ امیرالمومنین رمد داشت چشمش، ارمد العین بود، یعنی چشم درد داشت. خدا رحمت کنه، عذری رو در این الفیهش خیلی جالب این رو به تصویر کشیده در قالب نظم، میگوید ولهو یوم خیبر فتکاتون کبرت منظرن علا من رآها یوم قال النبی انی لأعطی رایتی لیسها و حامی حماها فاستطالت اعناق کل فریق لیرو ایم آجدن یعتاها فعطاه الوسی ارمدعینی فشفاه من ریغهی فشفاها فدعاه من ریغهی فشفاها فدها بابها بقوة بأس لو حمته الافلاک منه دهاها. فردا داد به امیر المؤمنین پرچم رو، من این مربوط مطلب اون میشه عرض میکنم، گفت یا رسول الله چی کار کنم؟ فرمود برو تا مردم رو گوینده لا اله الا الله بکن، مردم بیان تو صراط. بعد فرمود یا علی لئن یهدی الله بکن نسمه خیر مما طلعت علیه الشمس یا خیر من حمر النعم. هر دوش نقل شده زاد. یک انسان به دست تو هدایت میشه. این نقش هدایتگری نقش انبیا بوده، عرض کردم در دیشب بود، عرض کردم خدای متعال انبیا رو هادیان جامعه میدونه و جعلناهم ائمه یهدون بامرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات. انبیا اومدن بشریت رو راه نشونشون بده، راه، اون راهی که اونها رو به مقصد میرسونه، اونها رو به سعادت میرسونه. این آیه‌ای که خدای متعال در سوره مبارکه بنی اسرائیل داره راجع به مسئله قتل میفرماید و من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس فكأنما قتل الناس جميعا و من احیاها فكأنما احیا الناس جميعا. اگر کسی یک انسان رو به قتل برسونه، مثل که همه انسان ها رو به قتل رسونه. که حالا معناش چی هست اینو باید در جای خودش، ما کاری به این نداریم، من نکته ای رو میخوام عرض کنم. و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. ظاهر آیه حیات و ممات ظاهری است. این یک کسی رو به قتل برسونه، بکش. حیات ظاهری هم این است که یک کسی داشته جان میداده، نجاتش بده از جان دادن و احیایش بده. به امام صادق علیه السلام راوی عرض کرد که آقا این که خدای متعال می‌فرماید و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، این مقصود چیه؟ مقصود همین حیات ظاهریه یا اینکه مقصود هدایت دیگری هست؟ فرمود ذاکه
اینی که گفتی تعویلها الاعظم، تعویل اعظمایی همینه، این نقش هدایتگری. انسان یک شخصی رو هدایت میکنه، خدا میدونه وقتی یک شخص هدایت شد این چقدر میتونه تأثیر گذار باشه. مشهوره میگن این مدتی که ابیذر غفاری تبعید شد به شامات، آمد لبنان، تمام کسانی که در لبنان شیعه شدن به برکت حضور ابیذر بوده در اونجا. یک آدم میتونه اینطور منشأ اثر باشه و میتواند اینطور انسانها رو هدایت کنه، چه خدمتی بالاتر است؟ البته خدمات دیگر اینها حسنه، اینها ستوده است، اینها پذیرفته شده است، انسان کمک دیگری میکنه، خیلی خوب. کسی که اعانت بکنه یه مؤمنی رو، یک دست یک افتاده ای رو بگیر، اینا همه کارهای خوبیه. اما هدایت خیلی خیلی مهمه. این که خدای متعال یکی از اوصاف پیغمبر رو همین هدایتگری، نقش هدایتگریش در این سوره مبارکه احزاب میفرماید یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. کار سراج منیر جز اینه که راه رو مشخص میکنه، راه رو روشن میکنه که انسان بتونه تو این ظلمت کده دنیا راه پیدا بکنه، به مقصد برسه. یا انما انت منذر و لکل قوم هاد، که حالا علا احد تفسیرین، این لکل قوم هاد خدای متعالی کبرا رو داره بیان میکنه، یعنی هر قومی رو ما براش یک هدایتگری گذاشتیم. اینه معنای آیه که و ام من امت الا خلا فیها نذیر، هیچ امتی نبوده مگر اینکه ما یک منذری گذاشتیم براشون. یا اینکه آیه شریفه لکل قوم هاد، یعنی یا رسول من، پیامبر، تو برای همه اقوام هدایتگر هستی. هر دوشو گفتن مفسر. این نقش هدایتگری نقش مهمیه. و یکی از خدماتی که حضرت صدیقه طاهره زهرا سلام الله علیها به بشریت عرضه کرد، نقش هدایتگری حضرت زهرا است. برای اینکه کلیگویی نکرده باشیم، مثلا نقش هدایتگری از زهرا چی بوده؟ چی بوده؟ به هر حال انسان تو این راههایی که تو دنیا هست، مثلا در همین راههایی که هست تو مسیر، انسان میخواد از اینجا، اینجا به اصطلاح حرکت کنه، حرم بره. یک راه به حرمه که راهیست به طرف به اصطلاح حرم. اما راههای دیگر رو اگر انسان بره، بیراهه رفته و نه تنها به حرم نمیرسه، حرم حضرت معصومه، لا تزید و سرعت و سیر الا بعدا، هر مقدار با سرعت حرکت بکنه اگر به قهقرا بره، عوضی که به مقصد برسه دورتر شده. به یمین و یسارم بره همینطور. این که امیر المومنین سلام الله علیه در این خطب اوائل نهج البلاغه است می فرماید، این از خطبه های خیلی زیبایی هست، ولی همه کلمات زیباست، اما انسان واقعا بعضی از کلمات امیرالمومنین شاهکاره. میفرماید که ابتدای خطبه اینه: شغل من الجنت و النار امامه، کسی که پیش روی او آتش و بهشته از همه چیز مشغول شد. سا ان سریع نجا و طالب بطیع رجا، مردم رو سه دسته تقسیم میکنه. یه کسی اهل کوششه برای رسیدن به بهشت، این نجا. طالب بطیع رجا، یه کسی نه کند حرکت میکنه اما امیدواره، اینم به مقصد میرسه. اما و مقصر فی النار هوا،
اگر انسان مسیر رو درست نرفت سقوط میکنه و هلاک میشه. بعد میفرماید الیمین و الشمال موله و طریق الوسطا هی الجاده علیها ما فی الکتاب و آثار النبوه و منها منفذ السنه و الیها تسیر العاقبه. چپ و راست گمراهیه. اون صراط مستقیمی که ما از خدای متعال شبانه روز میخواییم، اهدنا الصراط المستقیم. خدا هم در قرآن در آیات دیگر میفرماید ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نقش حضرت زهرا سلام الله علیها نقش هدایتگری بود، اون صراط مستقیم رو تبیین کرد که کجاست، چون انسان گم میشه واقعا. چطور تبیین کرد؟ یکی با توجه به اینکه حضرت زهرا سلام الله علیها معصومه است، معصوم، هم گفتارش هم فعلش هم تقریرش درش خطا نیست. این عصمت رو نه تنها ما بر اساس اعتقادی که تو بحثای کلامی داریم این 14 نور مقدس و معصوم میدونیم، روایاتی که از طریق عام رسیده عصمت فاطمه زهرا رو میرسونه. مثل این حدیث عرض می شود ان الله عز و جل یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها. پیغمبر خدا یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها. اگر کسی معصوم نباشه نمیشه این تعبیر رو درش کرد. لقائل ان یقول که خب مؤمنم یغضب لغضب، خدای متعال غضب میکنه با غضب مؤمن و راضی میشه. نه، خب اگه این طور باشه دیگه این روایت فضیلتی برای حضرت زهرا نمیشه. این که پیغمبر خدا فرمود یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها عصمت حضرت زهرا رو میرسون. یا حدیث من آزاها فقط آزانی و من آزانی فقط آزالله، یا آیه تطهیر، یا این حدیث شریفی که از ناحیه ما رسیده، حدیث صحیحی صحیح السندی است، امرکی نقل میکند در کافی است، از علی ابن جعفر، علی ابن جعفر از آقا موسی ابن جعفر برادرشون نقل میکنند یا حضرت فرمود ان فاطمه صدیقتون شهیده. کسی که صدیق است نمیشه معصوم نباشه. و حالا وارد این بحث نشیم. علی ای حال حضرت زهرا سلام الله علیها حق است اونجایی که حضرت زهرا است، و الا نمیشد هی روحی التی بین جنبی. بعضی از علمای عامه، شاید سبکی، این صاحب کتاب شفاء السقامه راجع به زیارت پیغمبر خدا، از اعاظم عامه است این سبکی، ایشونه و شاید بعضی دیگران حضرت زهرا سلام الله علیها رو نه تنها معصومه میدونن. این که فرمود فاطمه تو بضعتم منی شجنتم منی تو برخی از روایات، شعبتم منی تو برخی از روایات، در مسلم این طوریه، بضعتم منی در بخاریه، تو روایات ما هم هست. این نمیشه فاطمه زهرا جدایی از مقام عصمت باشه. حالا وقتی معصوم شد اون نقش هدایتگریش رو، معصومه، اون راهی که نشان میده اون راه، راهی است که انسان رو به مقصد میرسونه. و برای اینکه مردم راه رو اشتباه نرن، یکی از خدمات حضرت زهرا سلام الله علیها این خدمته، نشان دادن چهره منافقین. این بخشای خطبه حضرت زهرا در همین راست است. ان فاطمه الزهراء علیها السلام فلما اختار الله لنبیه دار انبیائه و مأوا اصفیائه ظهرت فیکم حسیکت النفاق و سمل جلباب الدین و نطق کاظم الاغلین و هدر فنیق المبطلی قد اطلع الشیطان رأسه من ما
المغرزه هاتفا بكم و الفاكم لدعوتهی مستجیبین ثم استنهضكم فوجدكم خفافا هذا والعهد قریب والکلم رحیب والجرح لما یندمل والرسول لما یقبر ابتدارا زعمتم خوف الفتنه الا فی الفتنه سقطوا و این جهنم لمحیطتم بالکافری. ببینید همیشه یک حکومت رو عوامل نفوذی متزلزلش میکنه، از بین میبرنش یک حکومت رو. این عوامل نفوذی، این عوامل نفوذی منافقین بود. منافقینی که خدای متعال در قرآن مجید در سوره مبارکه توبه، حالا غیر از سوره منافق، در این سوره مبارکه توبه که مربوط به روزهای آخر عمر رسول خداست، نقش اینها رو، نقش پررنگ اینها رو مسجد درست کرده بودن و از پیغمبر خدا خواسته بودن توی مسجد نماز بخونه، که قرآن میفرماد این مسجد ارساد الهاد، این مسجد اینا ناشناخته بودن، نه افرادی که تو بادیه زندگی میکردن. قرآن میفرماد و من اهل المدینه مردو علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. این چهره ها رو حضرت به مردم معرفی کرد. من دو مرتبه این فراز رو بخونم از خطبه هست. فلما اختار الله لنبیه دار انبیائه و مأوا اسفیائه ظهرت فیکم حسکه یا حسیکه، هر دوش نقل شده. حسکه این تیغ رو میگن، تیغ الان که فصل زمستانه بیابان خشکه، این بوته های تیغی هم که هست اینها رو معمولا حیوانات تو صحرا میرن برای چرا، اینا رو میخور. ریشه تیغ میمانه، به مجردی که بهار باران میاد زمینم گرم میشه، یک مرتبه انسان میونه سبز شد، بیابان ظهور کرد. این منافقین پشت پرده بودن، جرأت نمیکردن از پیغمبر بیان تو میدان. این کلمه زهرت بارش همینه. فلما اختار الله لنبیه دار انبیائه و مأوا اسفیائه ظهرت فیکم، یعنی بود، اما ظهرت فیکم حسیکت النفاق، این تیغهای نفاق ظهور پیدا کرد. خب کیا هستن این تیغهای نفاق؟ این تیغهای نفاق کیا هستن؟ ابن ابی الهدی، من اینو تو جلسات عرض کردم این کتاب شرح نهج البلاغه ابن ابی الهدی رو نباید کسی بخونه مگر تو مسئله کلامی شیعه مسلط شده باشه، بلا گول میخوره. یه مواردی رو من دارم، من جملش همینه. ایشون در شرح نهج البلاغه این بحث رو مطرح کرده، این منافقینی که جریانه به اصطلاح گسترده ای بود تو اصحاب رسول خدا، اینا چطور شد یه مرتبه بعد از رسول خدا خاموش شد؟ یعنی اینها پیغمبر رو دیدن مسلمون نشدن، بعد از پیغمبر همشون شدن مسلمون، همشون شدن تو خط، چی شد؟ ایشون میگوید که منافقین بعد از رسول خدا منافق بودن، منتها بعد جنگ هایی که اتفاق افتاد و مسلمون ها به پیروزی رسیدن، این باعث شد کم کم اینا گفتن لابد دین اسلام حقه، مسلمون شد. شما باور میکنید این رو؟ این توجیهاتیست که خدا هم قبول نداره. اینکه خدای متعال میفرماید که منافقین فی الدرک الاسفل من النار، ببینید شرح نهج البلاغه میگه اینا کم کم مسلمون شدن و دیگه اسمی ازشون نبود. اما ببینید حضرت زهرا سلام الله علیها نقش روشنگری و معرفی این منافقین چگونه تو این خطبه، خطبه ای که در مقابل مهاجرین و انصار ایراد کرده، ظهرت فیکم حسیکت النفاق
و سمل جلباب و دین و نطق کاظم الغاوین، این اوصاف و ملاحظه فرمایید، و نبغ خامل الاقلین و هدر فنیق المبتلین قد اطلع الشیطان و رأسه من مقرزه. مخاطب اینا خطاب داره میکنه حضرت به اینها، هاتفن بکم فالفاکم لدعوته مستجیبین، یعنی شما حزب شیطان. این روشنگری. ثم استنهزکم فوجدکم خفافا هذا والعهد قریب. شما به کارتون یک وجهه شرعی هم دادید، گفتید ما این کار کردیم برای اینکه جلوی فتنه رو بگیریم. من نخونم بقیه رو که خوندم. الا فی الفتنه ابتدارا زعمتم خوف الفتنه الا فی الفتنه سقطوا و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین. شما گفتید میخوایم جلوی فتنه رو بگیریم، شما سقوط در فتنه کردید. این نقش روشنگری، اون نقش هدایتی که حضرت زهرا سلام الله علیها داشته. دیگه چه خدمتی به بشریت واقعا بالاتر از این میشه که تا قیامت این نقش رو انسان میبینه و راه رو به وسیله حضرت زهرا سلام الله علیها پیدا میکنه. عرض من تمام. هی از زهرت و زهرا تجلت تکرما، هی اللمعت النورا فعزت و انما، هی الکوکب الدری فی افق السما، تضیع لسکان السماوات کلما، تقوم بمحراب تناجی الی الرب.